شاهراه دشوارگذر سالنگ یکی از بزرگترین شاهراهای کشور است که در کنار نقطه وصل 9 ولایت به مرکز، شاهراه ترانزیتی آسیای میانه به پاکستان و کشورهای همجوار نیز محسوب می شود. این شاهراه از چندین سال به این سو تخریب شده و آبرین و مشکلات زیادی مواجه بودند. حالا امارت اسلامی خواسته است تا این جاده را به گونه اساسی بسازد که امروز طی محفل به اشتراک اعضای کابینه، مسئولین ولایات بغلان و پروان، تجاران و سرمایه گذاران در سالنگ شمالی توسط ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزراء رسما افتتاح شد. در افغانستان اسلامی امارت در مشتبه سرانجوانه در کشی طبقی پر انشالله در طول در روزونه چیزون توجه پا عجلت و دیگه پروژه توجه انشالله موش با دوی ناتر او همکاروی دا و دو شرکتو توجه سویده شمالی طرف که یو شرکت توجه سویشتی میروادان پا نام سردی او جنوبی طرف که بل شرکت توجه سویدی چاگه دا مبارز برکت زیپر نام سریادی دی دوار شرکتو دا وعده کرده ده چه مش پا دی کرادادوی که مش گرد نوارو مش دا دخپل ملت دا پار دا کار کهو. در همین حال آغاز کار ساخت این جاده مورد استقبال باشنده های بغلان و پروان قرار گرفته و همچنان مسئولین قراردادی این پروژه نیز از کیفیت کارشان سخن گفتند. دغه پروژه الله جل جلاله کامیاب کی دا به ډیر مفید شي د افغانستان د ملت لپاره. زما په خپل اند او فکر باندې دا د قشتیپی د پروژې نه را پدی خواته په افغانستان کې دا یو ډیر مهم حیاتي پروژه ده. باز تونل تا جبر سراج کې 45 کیلومتر میشوه، این مربوط شرکت ما میشوه که در او 7 کیلومترش کانکریت است. این در حال است که امارت اسلامی در مدت نزدیک به 2 سال چندین پروژه بزرگ ملی دیگر را نیز آغاز و با تکمیل شدن آن مشکلات بخش وسیعی از باشنده های کشور حل خواهد شد.